سرخط خبرها و مهمترین های امروز. کشته و زخمی شدن 190 طالب مسلح در نقاط مختلف افغانستان. سازمان همکاری های اسلامی: جنگ افغانستان مسلمان کشی است. افزایش درآمدهای روزانه در گمرک های افغانستان. و همچنان در پایان، بهترین مشاور شورای عالی مصالحه ملی به رحمت حق پیوست. به نام یاد خدا و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جندال انفو خوش آمدید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 190 طالب مسلح در مناطق مختلف این کشور کشته و زخمی شده است. با گزارش اسپوتنیک در اعلامیه منتشره از سوی وزارت دفاع ملی آمده است که در 24 ساعت گذشته 111 طالب کشته و 79 تن دیگر آنان زخمی شدند. در اعلامیه آمده که این اعدام مخالفان مسلح دولت در ولایات میدانورده، کندهار، اروزگان، زابل، بادغیس، فاریاب، نیمروز، هلمند، تخار و بدخشان کشته و زخمی شدند. اعلامیه می افزاید که در درگیری ها و عملات متقابل نیروهای دفاعی و امنیتی همچنان مقدار زیاد سلاح و مهمات طالبان تخریب شده است. اعلامیه اضافه می کند که در جریان این عملیات ها 12 ماین مختلف نو طالبان نیز کشف از بین برده شده است. سازمان همکاری های اسلامی: جنگ افغانستان مسلمان کشی است. سازمان همکاری های اسلامی با ابراز نگرانی از افزایش خشونت در افغانستان و گفته است که پس از خروج نیروهای خارجی جنگ افغانستان وجود ندارد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از سلام وطندار، وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان روز پنجشنبه موضع‌گیری جدید سازمان همکاری های اسلامی را پشتیبانی از موقف شرعی و معتدل دولت افغانستان در برابر صلح خواندند. در اعلامیه این وزارت به نقل از یوسف ابن احمد الاسمین دبیرکل سازمان همکاری های اسلامی آمده است، دولت افغانستان موقف دینی معتدل و سازگار را در برابر صلح به ویژه تامین آتش‌بس فوری و تعیین زعیم از طریق تمثیل اراده آزاد مردم اختیار کرده که مورد قبول تمام کشورهای اسلامی است. یوسف ابن احمد الاسمین اطمینان داده است که از این موقف دولت افغانستان پشتیبانی می کند. یوسف ابن احمد الاسمین نقش علمای دین در راستای مهار جنگ را ارزنده خوانده و گفته است که علما در جوامع اسلامی نه تنها از نگاه دینی بلکه از منظر سیاسی نیز از جایگاه مهم برخوردارند. با گفته او، پس از بیرون شدن سربازان خارجی از افغانستان، هیچ بهانه برای تداوم جنگ از سوی طالبان در این کشور وجود ندارد و ادامه جنگ مسلمان کشی بیش نخواهد بود. در همین حال با سفر وزیر حج و اوقاف به عربستان، نشست آنلاین علمان دینی افغانستان و پاکستان با ابتکار عمل از سوی مکه برگزار می شود. در این نشست اشتراک کنندگان درباره روند صلح افغانستان ابراز نظر کرده و علمای افغانستان خواستشان را در مورد توقف جنگ ارائه می کنند. افزایش درآمدهای روزانه در گمرک‌های افغانستان. آمارهای وزارت مالیه افغانستان نشان می دهد که در ماه‌های پسین درآمدهای روزانه گمرک‌های کشور نزدیک به دو برابر می شود. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تلونیوس، وزارت مالیه افغانستان می گوید که از سال مالی تا کنون 35 میلیارد افغانی در گمرک‌های کشور گردآوری شده است که در مقایسه با حدود 6 ماه نخست سال گذشته 8 میلیارد افغانی بیشتر است. خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه می گوید که در حال حاضر به گونه میانگین درآمدهای گمرکی کشور روزانه تا 330 میلیون افغانی است، اما 3 ماه پیش این درآمدها روزانه تا 180 میلیون افغانی بود. او در نشست در این وزارت می گوید که گردآوری درآمدهای گمرکی در یکی از گمرک ها بیش از 10 برابر افزایش یافته است. پاینده اضافه کرد، ولایت که 2 الی 3 میلیون جمع نمی کرد، روز رسید که 96 میلیون جمع کرد. حالا هر روز 50 میلیون جمع آوری می کند. با باور سرپرست وزارت مالیه، حلقه خبیثه مشمول کارمندان فاسد گمرک ها هنوز هم با شیوه های گوناگون مانع گردآوری درآمدهای واقعی می شوند. او در ادامه می گوید همکارانم می گوید که در سیستم
رد و بدل، نوشابه و انرژی نیست. اما این اقلام در بازارها موجود هستند. حتما این اقلام تحت نام دیگر وارد می شوند. مشکل ما این است که طرف ما تجار نیست. کمیشنکاران هستند. اعضای هم فدراسیون اتاقهای افغانستان می گوید که مشکلات در سیاستهای گمرکی یکی از علتهای فساد در گمرک ها است. پیش از این سرپرست وزارت مالیه در مجلس نمایندگان گفته بود که روزانه تا 8 میلیون دلار درآمدهای گمرکی حیف میل می شوند. اما او با آنکه بر افشاسازی گروه های دخیل در فساد در گمرک ها تعهد کرده بود تا هنوز هیچ فهرست را در این پیوند همگانی نساخته است. به نقل از فیسبوک بشیر احمد قاسانی، بازگشت همه به سوی اوست. مولوی بیگ نظر بلخی عالم جید و از انسانهای خیرخواه کشور درگذشت. وی در دوره حکومت استاد ربانی وزیر کار و امور اجتماعی بود و در این اواخر در شورای عالی مصالحه به حیث مشاور کار میکرد. برای مولوی صاحب از خداوند مغفرت و به بازماندگانش صبر و جمیل خواهانم. سایه پاکستان بر روابط هند و طالبان. با توجه به این مسائل، سایه پاکستان همچنان بر روابط هند و طالبان سنگینی می کند و بسیار بعید به نظر می رسد که هند از طریق ارتباط و تعامل با آن بخش از رهبران طالبان که به زعم دهلی نو متأثر از نفوذ اسلام آباد یا تهران نیستند، بتواند منافع حیاتی و استراتژیک خود را در افغانستان تضمین کنند. منافعی که در پی تصمیم امریکا و صلح با طالبان، خروج نظامیان امریکایی و ناتو از افغانستان و در نتیجه آن تضعیف نگران کننده دولت افغانستان به شدت با خطر روبرو شده و آینده آن با ابهام و تهدید جدی مواجه است. رسانه های هندی از نخستین تماس دولت این کشور با رهبران طالبان به شمول ملا برادر معاون این گروه خبر داده است. روزنامه هندوستان تایمز سه شنبه 18 جوزا گزارش داد که این تماس ها بیشتر از سوی مقام های امنیتی این کشور پیش برده می شود. مقامات هندی تنها با اعضای ملیگرا و بیرون از دایره نفوذ پاکستان و ایران در ترکیب طالبان تماس برقرار می کنند. منابع و هندوستان تایمز گفتند که هند برای نخستین بار از طریق کانال های ارتباطی با رهبران طالبان از جمله ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه تماس برقرار کرده است. دولت هند پیش از این همواره از تعامل با طالبان خودداری کرده بود، اما روزنامه هندوستان تایمز برنامه تماس اخیر میان مقامات هندی با شمار از رهبران طالبان را یک چرخش بزرگ می داند.